سلام علیکم همزبانان و خوشباوران عزیز، اگر از ظاهر و بجنات من در عجب هستید، پیداست گفتار نخستین مرا که روشن می کند کیم و چه کارم و خط و ربطم چیست ندیده اید. در صورت تمایل مراجعه کنید به شبکه یوتیوب، سرچ بفرمایید پارسیان FTV دش سرخسی. مختصر آن که من واعظ مخلوع شده و به تبعید افتاده‌ای هستم، در صدد فراهم آوردن پادزهری تا به سهم خود مقابله کرده باشم با سمومی که همگنان و مشابهان کله سپید و کله سیاه من در ولایت فقیه به نام ایران و هم امت مسلمان در جهان پراکندند و می پراکنند. تفاوت من اما با مشابهانی که نام بردم شاید در این باشد که به یمن انقلاب اسلامی آواره جهان شدم و در این آوارگی از سر گذراندم آنچه را که برای پخته شدن و قوام آمدن لازم است. حال بر سر آنم اگر ز دست براید، دست به کاری زنم که قصه سراید. اگر هم سر نیامد، یافته هایم را اینجا گفته باشم و راست گفته باشم. اگر با باورتون سازگار آمد چه بهتر، و اگر نیامد سر مجادله با کسی ندارم. به قول شاعر، من آنچه شرط بلاغ است با تو میگویم، تو خواه از سخنم پند گیر خواه ملال. برویم سر مطلب. سالی که گذشت برای عمال جمهوری اسلامی در داخل و خارج کشور و هم آنها که بند ناف منافعشان به هست و نیست نظام ولایت فقیه بسته است، سالی امید بخش تلقی شد و برای مخالفان لابد سالی ناامید کننده. ولی به فرموده حافظ که رایزن همیشگی خواستها و پیچیدگی های ماست، چنان نماند چنین نیز هم نخواهد ماند. من البته جزو کسانی نیستم که وعده داده باشم تحریم های اقتصادی بساط ولایت را بر هم خواهد ریخت، ولی با آنها که بر این باور بوده اند هم باز از جانب خواجه شیراز دلداری می دهم که من ارچه از نظر یار خاکسار شدم، رقیب نیز چنین محترم نخواهد ماند. فریب این خنده های ساختگی رو هم نباید خورد. این ریشخند ها پشتوانه انبساط خاطر یا نشاط واقعی ندارند. چه انتظاری از این شیوخ دارید؟ بگویند داشت کفگیر به تای دیگمان میخورد و از حق مسلم خود انرژی هسته‌ای که شعار چندین و چند ساله من بود به همین راحتی گذشتیم؟ و بابت 100 میلیاردی که از ورشکستگی به تقصیر نجاتمان داد، آنچرا که سالها با بوق و کرنا غرور ملی و آبروی ملت نامیدیم زیر پا گذاشتیم. میگویند آبروی رفته به جوی بر نمیگردد. البته این اصل در مواردی صادق است که اصولا آبروی در میان باشد. الغرض، 9 روز پس از لغو بخشی از تحریم های هسته‌ای، نه تمام تحریم ها، فقط بخشی از آن، هواپیمای حامل حسن روحانی در فرودگاهی به زمین نشست که 16 سال پیش از او محمد خاتمی هم در اولین سفر خارج کشور خود به عنوان رئیس جمهور فرود آمده بود. فرودگاه روم در کشور ایتالیا. چرا ایتالیا؟ از کجا؟ دلایل یکی دوتا هم نیست. روم با لهجه کمی فرانسوی که تلفظ بفرمایید می شود قم. همین قم خودمان. بله بله، ایتالیا در شکم یک واتیکان دارد و ایران در سینه یک قم، که هر دو کارشان پرورش و صدور رهبران و سرکرده های مذهبی است. گیرم آن یکی امپراتوری کلیسا را پس از رنسانس قرن 14
از دست داد و این یکی در دهه های آخر قرن بیستم تازه به امپراتوری رسید. حال عیادت یک رهبر تازه به دولت و مکنت رسیده، از وارث سلطنتی بی تاج و تخت چندان به دور از صرف و صلاح نیست، به خصوص اگر برای طرفی که وجهی ندارد نوعی وجاهت اخلاقی سیاسی به بار بیاورد. از لحاظ سیاسی هم ایتالیا اولین و تنها کشوری است که پس از وقوع انقلاب اسلامی به درخواست کمک مالی رژیم خمینی پاسخ مثبت داد، اون هم در تنگنای جنگ ایران و عراق و رسوایی دیپلماتیک گروگانگیری. حال چگونه و چرا کشوری ورشکسته وام میدهد به کشوری در حال جنگ که در این حال جهنمی است برای اقلیت‌های مذهبی؟ سؤالی است که پاسخش را دشوار میتوان از زیر زبان گادفادرهای ایتالیایی بیرون کشید. واقعیت تاکنون شناخته شده اما این است که تنها مافیا قادر به ریسک‌های اقتصادی تا این حد بالاست، چون تنها در سرمایه گذاری های مافیایی است که با وجود بهره های نجومی امکان سوخت و سوز هم وجود ندارد. در ایتالیا چنان فساد سیاسی و مذهبی با عملیات مافیایی در هم تنیده که عمل کرده آن الگویی شده است برای همه سازمان ها و حکومت های خودکامه‌ای که امورشان از جنایات پنهانی، پولشویی و دور زدن مقررات بین المللی می گذرد. نگاه کنید به عملیات مافیای روسی که در مدتی کوتاه پس از رهایی از چنبره کمونیسم گوی سبقت از الگوی اصلی که مافیای ایتالیایی باشد در همه جهان رو بوده است. هنوز می پرسید چرا اولین سفر رئیس جمهوری اسلامی زیارت واتیکان و کمک رسانی به دولت مردان ایتالیا است؟ ضرب المثلی در فارسی داریم که میخواهی کسی را بشناسی؟ ببین با کی رفت و آمد دارد و کجا نشست و برخاست. بنیاد شفافیت جهانی که همه ساله به بررسی میزان فساد در هیئت حاکمه و صاحبان قدرت ممالک مختلف میپردازد، در گزارش امسال خود در همین نشریه مجدداً ایتالیا را فاسدترین کشور قاره اروپا معرفی کرده است. برای اینکه میزان دستتان بیاید خاطر نشان میکنم که به استناد این گزارش که در مجله تایم که شماره 8 فوریه 2016 آمده، میزان فساد در کشور دانمارک 1% یعنی پایین ترین حد و کشور ایتالیا 61% یعنی بالاترین حد فساد در اروپا است. احتمالاً در خاطرتان هست که یکی از فرزندان دیکتاتور معدوم سابق معمر قذافی در ایتالیا تیم فوتبال خریده بود و اخیراً هم کوس رسوایی فرزند رئیس جمهور فعلی ترکیه بابت قاچاق و پولشویی در این کشور به صدا در آمده است. همپالکی سیاسی اقتصادی دیگر جمهوری اسلامی یکی هم ونزوئلا است، مملکتی که در بررسی بنیاد یاد شده نه تنها فاسدترین کشور در قاره آمریکا، بلکه با میزان 158% فساد فاسدترین مملکت در همه عالم است. حامیان و دوستان انگشت شمار دیگر جمهوری اسلامی هم که همه معرف حضورتان هستند، چین به ظاهر کمونیست و در باطن سرمایه‌داری مافیایی و روسیه سرمایه‌داری مافیایی در ظاهر اما هنوز کمونیست در باطن، به رهبری استالینوار جناب پوتین. رهبران حزب توده سابق اگرچه آرزوی دیدن ایران به صورت اغماری از شوروی را به گور بردند، اما نتیجه عملیاتشان سرانجام به اینجا رسید که سرزمین ما مستعمره و حیات خلوت روسیه بشود و حکومت آن غلام حلقه به گوش کرملین. این که به دستور آقای پوتین برای حفظ دیکتاتور سوریه تا چه جمهوری اسلامی تلفات جانی و مالی خواهد داد، سؤالی است که پاسخش را میتوان در طول سالی که در پیش است انتظار کشید.
رفقای دیگر نظام ولایت فقیه، یکی کوباست که تهمانده دیگری است از ممالک ورشکسته هنوز کمونیست، و یک مشت لات و لوت شورشی در آفریقا و یمن و جاهای دیگر که با الهام از امام راحل به ضرب کشت و کشتار از خودی و بیگانه در سودای دستیابی به حکومت اسلامی هند. ضمن شادباش سال نو برای نوروز باوران پارسی زبان، نظرتان را به تکمله بعدی جلب می کنم در باب حجاب اسلامی بر تندیس های باستانی. در کجا هست این تندیس ها؟ کجا بهتر از ایتالیا؟ ایامتان خوش و خیر پیش.